Hey gang, it's a good day today. با عرض سلام خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی. من لئوناردو خوارزمی هستم از وبسایت الگوریتما اندستریز. حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب باشید. با یکی دیگه از مجموع برنامه‌های برنامه‌نویسی ریاضی در مطلب در خدمت شما هستم. در این دوره آموزشی قصد دارم ریاضی رو به صورت ویژوال در نرم افزار مطلب به شما آموزش بدم. در این قسمت بحثمون رو در مورد فیگرها ادامه میدیم. So let's crash this course. خب در مرحله اول نام فایل رو مشخص میکنم. مثال 1 و 1 و به همراه نام. چه میگم به خاطر میگم که چه مثالی هست و چه فایلی هست. example.m در خط دوم میام هدف برنامه رو مشخص میکنم. location and size مربوط به فیگر ها. در خط بعدی میگم clc clear و close all. خب این تا اینجا و در ادامه میگم که فیگر تعریف میکنم به نام فیگر آ. یک فیگر آ تعریف میکنم و اون رو برابر با فیگر قرار میدم. میگم خصیصه نیمش برابر باشه با فیگر 1 و خصیصه نمبر تایتلش برابر باشه با آف. نمبر تایتلش رو آف میکنم. برنامه رو اجرا میکنم و همونطور که میبینیم نیم فیگر 1 و نمبر تایتل آف. در ادامه میام میگم که فیگر آم دات پوزیشنش برابر باشه با از سمت چپ 100 پیکسل فاصله داشته باشه، از پایین 100 پیکسل، ویدثش باشه مثلا 500 پیکسل و ارتفاعش باشه مثلا هم 500 پیکسل. برنامه رو اجرا میکنم. 100 پیکسل از چپ، 100 پیکسل از پایین و ویدث 500 پیکسل و ارتفاع هم 500 پیکسل. یا مثلا این ویدثش رو میکنم، طولش رو میکنم 600 پیکسل و تغییر کرد. در ادامه میگم فیگر آمون دات ریسایز برابر باشه با آف. ریسایزش رو آف میکنم. برنامه رو اجرا میکنم و برنامه این فیگرمون قابل ریسایز شدن نیست. اگه من اینو کامنت کنم و برنامه رو اجرا کنم، این فیگرمون قابل ریسایز شدن است. خب این فیگرمون قابل ریسایز شدنه، ولی اگه من اینو کامنت رو بردارم و ریسایز آف برنامه اجرا، ریسایز آف برنامه اجرا و این قابل ریسایز شدن نیست. Well, this is end of this episode. خب دوستان این برنامه هم به پایان رسید. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنت یادتون نره. وبسایت ما رو هم فالو کنید. من به نظراتون احتیاج دارم تا بتونم کیفیت این آموزش رو هرچه بیشتر بالا ببرم و تا یه برنامه دیگه شما رو به خدا میسپارم. بدرود.